қалби дӯстдор. یکی از دعاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین بود: و از تو محبتت و محبت کسانی که تو را دوست می دارند و محبت عمل را می خواهم که مرا به محبت تو نزدیک گرداند. حدیث با روایت امام ترمذی و امام احمد. امام ابن قیم رحمه الله گفت: قلب در حال حرکتش به سوی پروردگار به مثل یک پرنده است که سر آن محبت و بال آن ترس و امید است. محبت الله به مثل یک مرکبی است که صاحبش را می بردارد تا اینکه او سالم و آمین به سوی الله برسد. و قلبی که صادقانه الله را دوست می دارد و دعوا دارد که قلبش صاف است و دوستدار الله است، پس او باید الله را با تمام قلب دوست بدارد. قلب دوستدار همیشه در ذکر و عبادت الله است. هر راهی که او را به سوی الله نزدیک می سازد، آن راه را به خود لازم می گیرد. همیشه در راه الله و در دعوت مردم است و او در حالت روی گرداندن مردم از پروردگارشان غمگین می شود. شخصی که الله او را دوست داشته است، او نیز او را دوست می دارد و شخصی که الله او را بد دیده است، او نیز او را بد می بیند. هر عطا و منعش برای الله است. از جایش حرکت نمی کند مگر به خاطر رضاگی پروردگار و حبیب او محمد صلی الله علیه و سلم. وقتی که به الله مناجات می کند شاد و خرم می شود و هر کلام الله را قبول دارد. روزانه و شبانه تلاوت قرآن می کند و قلب دوستدار مشتاق طاعت پروردگارش است که آن خرسنده و آرامی است و همه طاعتها را در بهترین حالت ادا می نماید و از پاکترین مالش زکات می دهد و به خاطر الله سبحانه و تعالی دوست داشته ترین مالش را صدقه می کند. و قلب دوستدار گناه و پروردگار را بد می بیند، از گناه خود را دور می گیرد، حتی اینکه گویا به پروردگارش هیچ گناه نکرده است و به خاطر الله سبحانه و تعالی رشک و غرور و غضبناک می شود. بنابراین همه محرمات را ترک کرده به خاطر رضاگی پروردگار جهاد نفس می کند. قلب دوستدار و غیر الله کسی ندارد. قلب دوستدار اگر چیزی گفت و یا عمل کرد، همه آن به خاطر الله و برای الله و به سوی الله و همراه الله است. بنده مخلص است. عملهایش خالص برای الله یگانه است. به غیر الله چیزی ندارد و این همه محبت است. وقتی که قلب الله را اعتراف می کند، اسما و صفات او را نیز اعتراف می کند. برای الله اسماء الحسنا است که او تعالی صاحب بزرگی و کرم است و اگر بنده بزرگی پروردگارش را بشناسد، پس می داند که او پاک و جمیل است، هم در ذات و هم در صفات و هم در افعالش. و اگر پروردگارش را به نعمتهایش بشناسد، پس می داند که همه خزینه های آسمان و زمین در دست او تعالی است و او می داند که الله نزدیک است. دعا را اجابت می کند. الله سبحانه و تعالی کریم و اکرم است. بنابراین هر بنده که نام و صفات های الله را دانست، او را دوست می دارد. پس با چنین مهربانی های الله سبحانه و تعالی که غیر او معبود دیگری نیست، با تمام قلبش او را دوست می دارد.